دستور اتاق فکر شبکه دولتی انگلیس برای فصل جدید عملیات روانی در ایران. به قوه قضاییه حمله کنید. این یک پیشنهاد انگلیسی از زبان کارمند شبکه بی بی سی فارسی است. مسعود بهنود، روزنامه نگار ایام نخست وزیری امیر عباس هویدا. انتخابات سازنده منتقد هستید. خواستم سوال بکنم که چرا این روحیه رو به همکارانتون منتقل نمی‌فرمایید؟ و کسی که معروف به پدرخوانده خبرنگاران شبکه بی بی سی فارسی است. او با انتشار چند پیام توییتری از لندن به دوستانش کد می‌دهد که حمله به حقوق بشر در ایران و قوه قضاییه را در انتخابات آینده هدف بگیریم. با یک برنامه درست می‌توان انتخابات آینده را به چالش حقوق بشر و قوه قضاییه بی‌طرف تبدیل کرد. حقوق بشر و قوه قضاییه بی‌طرف همه نامزدهای شوخی و جدی را در تبلیغات مقابل ظلم به صف می‌کند. این خود کمپین است. گام اول. در امتداد این گام‌های انگلیسی به سمت 12th انتخابات ریاست جمهوری در ایران، محمد نوریزاد هم قدم برداشته. فیلمساز و روزنامه نگار، فعال در فتنه 88. آیا قوه قضاییه اصلا مونده؟ قوه قضاییه درست از روز تولد جمهوری اسلامی ایران به سبب فساد دچار شده. انتخاب راهبرد حمله به قوه قضاییه در انتخابات 96 مشابه راهبرد ایجاد شبهه در سلامت انتخابات سال 88 است. با کلیدواژه تقلب اعلام میکنن که تقلب هست. باید صیانت بشود از آرا و احتمال اینکه تخلف و تقلب بشود. شما چی؟ آیا نگران این که مبادا کسانی در صندوق های رأی شما دست ببرن و نتیجه انتخابات رو اونطور که خودشون میخوان تغییر بدن؟ راهبرد تقلب در 10th انتخابات ریاست جمهوری ایران شکست خورد. دستگیری و محاکمه بسیاری از نقش‌آفرینان فتنه انگلیسی آمریکایی 88 از طرف قوه قضاییه ساکنان اتاق فکر تقلب را ناامید کرد. ناامیدی که بعد از 8 سال احتمالاً آنها را به این نتیجه رسانده که این بار خود قوه قضاییه را هدف بگیرند. به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. اعتراض به وضعیت چند زندانی سیاسی. با مشاهده این وضع این سوال پیش می آید که در اوین و دیگر زندان‌های ایران واقعاً چه خبر است؟ امروز عملکرد قوه قضاییه ایران هم از جانب نمایندگان مجلس و هم از سوی قوه مجریه زیر سوال رفته است. تلاش برای گشودن پرونده‌های حقوق بشری علیه ایران، زیر سوال بردن احکام قضایی، ابراز نگرانی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، انتشار دروغ از وضعیت زندانیان دو تابعیتی، دفاع از گروهک‌های تروریستی در اطراف ایران و منافقین، حمایت از مجرمان امنیتی و ذوق زدگی در انتشار خبر کذب حساب‌های قوه قضاییه بخشی از تلاش این رسانه برای حمله به دستگاه قضاست. توییت مسعود بهنود در این روزها را میتوان یک گاف رسانه‌ای دانست که بدون زرورق و کادو پیچی از یک برنامه ریزی انگلیسی برای انتخابات ایران پرده برداشته. البته این میتونه یک سیاست هم باشه. وقت کمه و باید رک و بی‌پرده حرف رو به گوش اهلش برسونه.